سلام، این قسمت از خط سانسور رو با موضوع آتش زدن فضائل امیرالمومنین علیه السلام پیگیری می‌کنیم. حتما شنیدید که مطابق با احادیث مختلف علی علیه السلام تقسیم کننده بهشت و جهنم است و به لقب قسیم الجنه و النار معروف شده. ابو عوانه یکی از علمای بزرگ در زمان خودش که بسیاری از محدثین طراز اول عامه از شاگردانش بودند، کتابی رو تألیف کرده بود که مجموعه ای از احادیث مهم مربوط به پیامبر و اصحاب اون حضرت رو در اون کتاب جمع کرده بود. ابو بکر خلال در کتاب السنه جلد سوم صفحه 510 داستان عجیب و دردناکی رو درباره کتاب ابو عوانه نقل میکنه. شخصی به اسم سلام ابن ابی مطیع از خطیبان مشهور شهر بصره در ملاقاتی که با ابو عوانه داشت خواستار دیدن کتاب تألیف شده او شد. ابو عوانه هم به خاطر جایگاهی که این شخص داشته مجموعه نوشته هاشو برای سلام میاره، ولی با کمال تعجب اون کتاب ها رو داخل تنور انداخته و آتیش میزنه. فکر میکنید که ابو عوانه در این کتاب چی نوشته بود که موجب خشم و نفرت سلام شد؟ خالد راوی داستان اشاره کرده که از جمله مطالب موجود در این کتاب سخن امیرالمومنین علیه السلام بود که فرمودند من تقسیم کننده دوزخ و بهشت هستم. احتمالاً در این کتاب روایات و فضائل دیگری هم وجود داشته که با این جنایت وحشتناک تمامشون از دست رفته و جز نشانه هایی از محتوای کتاب چیز بیشتری امروز به دست ما نرسیده. به نظر شما چرا با فضائل امیرالمومنین علیه السلام به این شکل برخورد شده؟ دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بذارید.